دانستنی های علم یورولوژی، برنامه از دکتر بابک بامشاد، جراح و متخصص مجاری ادرار و کلیه. دانستنی های علم یورولوژی. با درود و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه دانستنی های علم یورولوژی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. برنامه آقای دکتر بابک بامشاد، متخصص و جراح مجرای ادرار و کلیه و رئیس پیشین بخش یورولوژی بیمارستان سیدر ساینای که با بیمارستان های چون اولمپیا و سادرن کالیفرنیا هم همکاری دارن. آقای دکتر بابک بامشاد، جراح و متخصص کلیه، از دانشگاه یو اس سی در رشته پزشکی فارغ التحصیل شدن و تخصص خودشون رو در مجرای ادرار و کلیه از دانشگاه لومالیندا دریافت کردند. شماره مطب رو خدمتتون عرض می‌کنم، 310-854-0777، واقع در 826-35 وسترد استریت. و میریم قطعه‌ای رو تقدیمتون می‌کنیم. در خدمت آقای دکتر بابک بامشاد خواهم بود، با ما همراه باشید. دانستنی های علم یورولوژی، برنامه از دکتر بابک بامشاد، جراح و متخصص مجاری ادرار و کلیه. دانستنی های علم یورولوژی. خب شب بخیر میگم خدمت شما جناب دکتر، خسته نباشید، اون هم در یک شب سرنوشت ساز در تاریخ آمریکا، 8 نوامبر که مصادف با الکشن یا انتخابات آمریکا هست، که انتخابات خیلی عجیب غریب و متفاوتی رو ما امشب داریم سپری میکنیم که به حال یک تاریخ جدیدی رو ورق خواهد زد در آمریکا، با رأیی که الان در حال حاضر هست که آقای ترامپ در واقع پیشتاز هستن از خانم کلینتون که کهنه کار سیاسی هستن در کار خودشون با بالای 30 سال تجربه در این امر. تعجب آوره. خب جناب دکتر بفرمایید که چه برای ما در نظر گرفتید در برنامه پزشکی. از سیاست به دور میشیم، میپردازیم به موارد و بحث‌های پزشکی خودمون، در ضمن بینندگان عزیزی که علاقمند هستن سوالات خودشون رو بپردازن و مطرح بکنن و سوالشون رو بپرسن، میتونن با استودیو تماس بگیرن. شماره استودیو رو در زیر صفحه میبینید، 818-301-8000، و جناب دکتر محبت میکنم پاسخگوی شما عزیزم خواهم بود، در خدمتون هستم تا به بحث این جلسه بپردازیم در خصوص موارد خوشخیم پروستات. خیلی ممنون، بازم عرض تشکر. همونجور که گفتن مطلب امشب پرابلم های پروستات، پرابلم های خوشخیم پروستات که در برنامه قبلی هم راجبش صحبت کردیم، ولی خب این یه مطلبیه که خیلی شایع است، یه چیزیه که تو فیلد یورولوژی من میتونم بگم شاید بیشتر از نصف مریضایی که من در طول روز میبینم آقایونی هستن که پرابلم پروستات دارن، و البته خوشبختانه بیشتر این پرابلم های خوشخیمه، ولی خب بخاطر اینکه زیاد دیده میشه من بازم امشب میخواستم یه مقدار راجبش صحبت بکنم. همونجوری که میدونید پروستات یه گلندیه که زیر مثانه قرار گرفته، مجاری ادرار یا مجرای ادرار یا یوریترا از وسط پروستات رد میشه. من مثالی که به مریضان میزنم یعنی یه نیه که اگه اون مجرا باشه از وسط یه سیب رد بشه، اگه اون سیب پروستات باشه، و وقتی که پروستات باعث پرابلم میشه، بزرگ میشه، باعث تنگی اون قسمت مجرا میشه و اون پرابلم ها و علامه پرابلم ادراری که ما توی آقایون میبینیم. میخواین اول برنامه یه مقدار عکسای آناتومی نشون بدیم که ببینیم پروستات کجا قرار گرفته. پروستات گفتم که گفتم این عکس اولی نشون بدین، سیستم مجاری ادراره که دوتا کلیه هست که از بغل پهلو هستن و باعث میشن که وقتی خون به کلیه میره فیلتر میشه، ادرار تولید میشه و از حالب میاد پایین توی مثانه، و وقتی تو مثانه جمع میشه مثانه تخلیه میشه و ادرار از بدن میاد بیرون. اگه عکس بعدی رو نشون بدین، این عکس lower urinary tract که نشون میده که مثانه، اون عکسی که سمت راسته زیر مثانه پروستات قرار گرفته، اون فرقی که بین خانم و آقایون میبینیم، و میبینیم اون مجرا که ادرار ازش تخلیه میشه از وسط
پروستات رد میشه. سو فانکشن پروستات چیه؟ یعنی پروستات چی کار میکنه؟ بیشتر پروستات تولید موادی میشه که موقع ارضا شدن با اون منی میاد بیرون و این یه پروتینای توش هست که برای اون تقویت اسپرم و اینکه یه ذره اون فلوید منی رو بتونه دیزالو بکنه. سایز پروستات توی سایز اوریج مثلا توی آقایون جوان مثلا تقریبا 20 گرمه یا 20 سی سیه. ما میدونیم که آقایون به سن 30 سالگی 40 سالگی میرسن یواش یواش پروستات شروع میکنه که رشد بکنه و اون رشدی که میکنه میتونه باعث این بشه که اون قسمت مجرا که از وسط پروستات رد میشه تنگ بشه و باعث پرابلم های ادراری بشه. البته اون رشدی که ما میبینیم توی آقایون فرق میکنه و من همیشه مریض ازم میپرسن که چرا مثلا پروستات یکی از یکی بزرگتره، چرا بیشتر یکی بیشتر پرابلم ادرار داره و خب اون یه سوالیه که بعضی وقت ما جوابش رو نداریم. میدونیم که یه مقدار رشد پروستات ژنتیکه و یه جنبه همون ژنتیکی داره که ببینیم مثلا بعضی ها امکان داره پروستاتشون به خاطر اون بزرگتر میشه، یه مقدارش هم به خاطر اینکه کدوم قسمت پروستات. بعضی وقتا که پروستات اگه از بغلش یا بیرونش بزرگ بشه امکان داره باعث پرابلم ادراری نشه، ولی اگه از وسط رشد بکنه و مجرا رو ببنده اون موقع میتونه بیشتر باعث پرابلم ادراری بشه. من آقایونی که میبینم پرابلم ادرار دارن ازشون من سوال که میکنم اینه که مثلا چه نوع سیمتومایی دارن، علائمشون چیه، مثلا آیا تکرره، آیا از خواب بیدار شدن توی وسط شب، آیا فشار ادرارشون کمه، آیا باید زور بزنن که ادرار بکنه، یا وقتی دستشویی میرن باید صبر بکنن که ادرار بیاد بیرون، آیا سوزش دارن، ارجنسی دارن، اینا همشون ایندیکیشن یه پرابلم های خود اشاره میکنه به پرابلم های پروستات. بعد سوال های دیگه ازش میکنیم که آیا پرابلم های دیگه دارن، فشار خون، مرض قند، پرابلم های نورولوژیک، پرابلم های ستون فقره یا نرو، چیزایی که رو فانکشن مثانه و فیزیولوژی ادرار کردن میتونه اثر بذاره. وقتی که مریض ما بررسی میکنیم یا معاینه‌شون میکنیم از پروستات و از راه مقعد معاینه میکنیم و ما میگن دیجیتال رکتال اگزم و اون دو تا اینفورمیشن خیلی مهم به ما میده. یکی این که یه گستمتی میکنیم که این یا استمتی میکنیم که این پروستات سایزش چقدره، یکی همی که ببینیم آیا پروستات سفتی داره توش یا نه، برای اینکه کسایی که مثلا پروستاتشون سرطانیه یه مقدار وقتی که ما معاینه میکنیم از راه مقعد بهش میگن، به انگلیسی بهش میگن نادول، یعنی سفتی چیز میکنیم. اون سایزی که با انگوش ما چک میکنیم میخوایم ببینیم که مثلا چند گرم پروستات، همونجور که گفتم توی آقایون جوان تقریبا 20 گرمه، کسایی که سنشون میره بالا 30 گرم 40 گرم دیگه بستگی همون که گفتم یه مقدار پرابلم چیزایی ژنتیکه که مثلا من پروستاتای 100 گرمی 200 گرمی هم دیدم دیگه، مثلا وقتی شدتش خیلی بزرگ میشه. بعد چیزایی دیگه که چک میکنیم مثلا ادرار رو چک میکنیم ببینیم تو ادرار خون نباشه، عفونت نباشه، از مثانه آلتروساوند میکنیم که ببینیم آیا مثانه خوب تخلیه میشه یا نه، و بعد تست دیگه که میتونیم بکنیم مثلا سیستوسکوپیه که از راه مجرا میتونیم ببینیم، میتونیم عکس بعدی رو نشون بدین. این سیستوسکوپی یه پروسیجری که توی آفیس میتونیم انجام بدیم با بیهوشی موضعی، البته بعضی از آقایون بعضی وقتا ترجیح میدن که این کار رو با بیهوشی جنرال انجام بدیم. کاری که میکنیم اینه که یه دوربین رد میکنیم از توی مجرا و میتونیم توی تمام مجرا و اون قسمت مجرا که توی پروستات هست ببینیم و توی مثانه رو ببینیم که بهمون یه آیدیا میده که اون پروستات سایزش چقدره و آیا چقدر باعث تنگی شده. تستای دیگه که میتونیم بکنیم اینه که آلتروساوند بکنیم از خود پروستات که سایز پروستات رو بتونیم میجر بکنیم، یعنی وقتی ما با انگشت معاینه میکنیم اون سایز رو استیمیت داریم میکنیم، ولی وقتی آلتروساوند میکنیم میتونیم دقیق اندازه‌گیری بکنیم و یه والیوم برای پروستات اندازه بگیریم. بعد تستای دیگه هم هست مثلا یورو فلو که ببینیم فشار ادرار چجوریه، یورو داینامیکس و اینا که تصمیم بگیریم که چیکار می‌خوایم بکنیم. بعد
چجوری ما معالجه میکنیم. در مرحله اول خوشبختانه خیلی از مریضا رو ما میتونیم با دارو معالجه بکنیم. داروهایی که در برنامه قبل رژیم صحبت کردیم، یکیشون هست از خانواده الفا بلاکرز که اون باعث میشن که اون قسمت مجرا که از تو وسط پروستاد رد میشه ریلکس بشه و واشه. اینا هست مثلا از فلومکس که اسم جنریکش از تمسولوسین، یکی دیگه از یوراکسترال که اسم جنریکش از الفیوزوسین، یکی دیگه از راپافلو و الفا بلاکر قدیمی تر مثلا ترازوسین، داکزازوسین. اینا همشون باعث میشن که اون قسمت مجرا واز بشه. و داروهای دیگه هستن مثل فیناستروید یا دوتاستروید که اسم دیگه شون از پروستکار و اوادارد که باعث میشن که پروستاد کوچیک بشه و اون والیم پروستاد بیاد پایین. بعضی از آقایون میتونیم دوتا دوا رو با همدیگه بهشون بدیم، یه کامبینیشنه. و بیشتر آقایون وقتی ما این دواها رو شروع میکنیم این مؤثر و ریسپانس خوبی دارن به این دواها. اگه دارو مؤثر نباشه در مرحله بعدی میتونیم پروسیجری هست که توی آفیس انجام بدیم که با بیهوشی موضعی و شاید یه مسکن خیلی ملایم توی آفیس میتونی عکس بعدی رو نشون بدین. این بهش میگن ترانس یوریترال مایکروویو تراپی. کاتتر مخصوصی میذاریم توی از روی مجرا رد میکنیم توی مثانه و این انرژی حرارت میده و اون قسمت مجرا که از وسط پروستاد رد میشه واز میکنه که بتونیم یه ذره بهش میگن ویپرایز میکنه یا اون حرارت اون تیشو رو یه ذره کشیده میکنه به خودش که یه ذره راش واز شه. و این کاری که تقریبا یک ساعت طول میکشه تو آفیس بتونیم انجام بدیم با بیهوشی موضعی. پروسیجر دیگه هست شبیه این که مثلا انجام میدیم بهش میگن تونا یا ترانس یوریترال نیدل ابلیشن. اینا همشون پروسیجرهای مینیمالی اینویسیوه که توی آفیس میتونیم انجام بدیم، یعنی سرپای مریض میاد آفیس انجام میدیم، همونجا هم میتونم راه برم بیرون. و اینا در مرحله دوم اگه مثلا مثلا موثر نباشه، یا اینکه بعضی از مریضا هستن که مثلا میگن من ترجیح میدم که دارو نخورم، یعنی ترجیح به جایی که مثلا تا آخر عمرم هر روز این دارو رو ادامه بدم یه پروسیجری انجام بدم که دیگه لازم نباشه دارو بخورم، و خب اون اینا یه آپشنه. اگه این پروسیجری آفیسی هم دیگه کار نکنه، دیگه آپشن بعدی برای کسی که هنوز سیمتومشون زیاده یا حتی ادرارشون کاملا بند اومده و دچار سوند هستن، اون جراحی پروستاد که بهش میگن TURP یا ترانس یوریترال ریسکشن اف دی پروستات. میتونیم عکس بعدی رو نشون بدیم و این پروسیجری که توی بیمارستان باید انجام بدیم با بیهوشی کامل و یه پروسیجر اندوسکوپیه، یعنی از یه دوربین از روی مجرا رد میکنیم و توی پروستاد رو میترشیم. من مثالی که مریضان میزنم اینه که یه نفر همونجور که گفته پس که یه نی از وسط سیب رد بشه، ما بریم و وسط اون سیب رو بتراشیم و اون وسط رو وازش بکنیم و فقط اون پوست سیب بمونه، یعنی تمام پروستاد برداشته نمیشه، فقط وسطش واز میشه و میگن TURP. میتونین ویدیو رو نشون بدیم براتون تهیه کردیم که نشون میده که چجوری این پروسیجر TURP انجام میشه. این همونجور که گفتم با یه دوربین اندوسکوپی سیستوسکوپی از راه مجرا میریم تو و وقتی به پروستاد میرسیم یه دستگاه بهش میگن ریسکشن لوپ، این رد میکنیم و توی پروستاد تراشیده میشه. میشه اگه اون ویدیو رو نشون بدین که اینجا نشون میده که با دوربین از راه مجرا داریم میریم تو این قسمت مجرا که توی پروستاده و الان از توی مثانه رو داریم نگاه میکنیم و اون اورفیس رو نشون داد که اون قسمتی که حالب میاد توی مثانه. بعد این تراشیدن پروستاده با این دستگاه یا ریسکشن لوپی که از توی همون سیستوسکوپ رد میکنیم اون تیشو پروستاد رو همینطور میتراشیم واز میکنیم که اون قسمت تنگی مجرا واز بشه. و همونجور که گفتم این کاری که ما میکنیم تمام پروستاد ور نمیداریم، فقط اون قسمت وسطش ور میداریم که باعث پرابلمه و باعث تنگیه. به این میگن TURP. یه آپشن دیگه هم که شبیه اینه که اون تیشو رو ویپرایز بکنیم، یعنی آب بکنیم با لیزر. و اون خب یه ذره ادوانتجش اینه که خونریزیش یه ذره کمتره تا این
ولی خب تیشو بهمون نمیده، یعنی تیشو فقط ویپرایز میشه و آب میشه و نمیتونیم برای پاتولوژی بفرستیم که ببینیم خدا نکرده مثلا چیز بدخیمی توش نباشه. سو این TURP یه چیزیه که تقریبا جراحی مثلا تقریبا یک ساعت طول میکشه تو اتاق عمل بعد انجام بدیم و مریض بعدش مثلا بعد یکی دو روز بدن سوند داشته باشن، یکی دو روز تو بیمارستان میمونن و بعد از همون یکی دو روز سوند رو در میاریم، مریض میتونه امتحان بکنه که بتونن ادرار بکنن، میتونه ویدیو رو خاموش بکنه بعد. خیلی ممنون. و وقتی که سوند رو در میاریم اگه مریض بتونه به اندازه کافی ادرار بکنن دیگه وقت بدون سوند مریض رو مرخص میکنیم که برن خونه. این TURP دیگه الان بیشتر برای مریضاییه که فرض کنید دارو رو امتحان کردن موثر نبوده، پروسیجرای توی آفیس رو امتحان کردن موثر نبوده و دیگه ریزورت آخرینه، دیگه لاست ریزورته. یا برای آقایونی که فرض کنید همونجوری که گفتم ترجیح میدن مثلا یه پروسیجر انجام بدن که یه دفعه این انجام بدن که دیگه لازم نباشه دارو بخورن، یا برای آقایونی که ادرارشون کاملا بند اومده و دچار سوند شدن و اون آقایون وقتی همچین پرابلمی دارن بیشتر وقت باید جراحی بکنن. اگه نه امکان اگه مثلا خیلی پرابلمش شدید باشه امکان داره که با اون مثلا دارو یا اون پروسیجر آفیسی نتونیم اون پرابلمشون رو حل بکنیم. بعد اگه مثلا پروستات سایزش خیلی بزرگ باشه یه پروسیجر دیگه هست میگن اوپن پروستاتکتومی که از راه شکم بعد بریم اون، یعنی جراحی اندوسکوپی نیست، یعنی بعد بشکافیم و بریم تو و پروستات رو واز بکنیم و اون قسمتی که وسط پروستات در بیاریم بهش میگن ادنوما، در بیاریم که اون راه مجرا واز بشه به اون میگن اوپن پروستاتکتومی. یه چیز دیگه خواستم بگم اینه که ما کسایی که پرابلم پروستات دارن برای سکرینینگ اون تست خون PSA ازشون چک میکنیم. در برنامه قبلی راجع به PSA صحبت کردیم که has prostatic specific antigen که اگه لولش رفته باشه بالا ما شکمون میره روی مثلا سرطان پروستاد. البته ما میدونیم که خیلی از آقایون هستن که PSAشون هم بالا باشه امکان داره که سرطان نداشته باشن، 100% accurate نیست ولی خب ما هنوز برای screening استفاده میکنیم و اگه کسی PSAش بالا باشه امکان داره که لازم باشه که نمونه برداری بکنیم قبل از هیچ پروسیجری که مطمئن باشیم سرطانی نباشه. ولی اگه سرطان توی پروستات پیدا بشه امکان داره که اون طرز معالجه یا اون طرز جراحی که میخوایم بکنیم فرق بکنه. سو اون PSA از اون نظر خب مهمه. کسی که این جراحی TURP انجام میدیم یا اوپن پروستاتکتومی خب همونجوری که گفتم بیشتر پروستات یا اون قسمت پروستات که وسط باعث تنگی شده برداشته میشه، ولی بیشتر مریضا اگه این پروسیجر انجام بدن برای سالهای سال اوکی هن. البته بعضی ها هستن که امکان داره با مرور زمان اون پروست اون یه مقدار اون تیشو پروستاتی که مونده باشه بتونه باز دوباره رشد بکنه و باز دوباره باعث بستگی بشه. من بعضی از مریضا دیدم مثلا اون جراحی TURP که انجام میدن امکان داره مثلا بعد از 5 سال 10 سال 15 سال باز دوباره لازم باشه این جراحی رو انجام بدیم برای اینکه باز دوباره اون پروستاتشون رشد میکنه. سو این یه پرابلمی که خیلی شایع است، زیاد میبینیم. همونجوری که گفتم خوشبختانه یه مقدار زیاد از مریضا رو ما میتونیم با این دارو معالجه بکنیم، یه مقدارشون هم با پروسیجری که توی آفیس میتونیم انجام بدیم و اگه لازم باشه این جراحی هست که اون راه مجرا باز بشه. بسیار ممنون جناب دکتر. و اما در اینجا دعوت میکنیم از شما بینندگان عزیز که بعد از یک بریک کوتاه با ما تماس بگیرید و سوالات پزشکی خودتون رو در زمینه یورولوژی که موارد مجرای ادرار و کلیه میتونه باشه، موارد پروستاد و همچنین سنگ کلیه یا احیانا عدم کنترل ادرار و موارد اینچنینی مطرح بکنید. شماره استودیو رو خدمتتون عرض می‌کنم، 818-301-8000. برنامه ما به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و دکتر محبت می‌کنن پاسخگوی شما عزیزان هستن. در ضمن بیمه‌های PPO و مدیکر رو هم پذیرا هستن جناب دکتر. شماره مطب رو خدمتتون عرض می‌کنم، 310-854-0777. با ما همراه باشید.
دانستنی های علم یورولوژی. برنامه از دکتر بابک بامشاد، جراح و متخصص مجاری ادرار و کلیه. دانستنی های علم یورولوژی. خب در خدمتون هستیم و اگر اجازه بدید جناب دکتر میریم میپردازیم به خطوط و پاسخگویی به اونها. جانم بفرمید، روی خط هستید. سلام خانم. سلام آقای دکتر. بفرمید جانم. من خانمی 67 سال هستم. پارسال بر اثر اینکه میخندیدم یا صرفه میکردم، ادرار زیاد دفع میکردم، دکتر به من گفت میتونی عمل کنی. عمل کردم، بعد از 6 ماه افتادگی مثانه پیدا کردم. برام یک حلقه گذاشتن توی مثانم که با اون بهتر هستم، ولی نمیدونم آیا این حلقه خوبه، باعث درد سرای جدید نمیشه، نمیدونم چطورم. خواستم از آقای دکتر سوال کنم. سوالی دارین دکتر؟ اون چه نوع جراحی کردیم برای مثانتون؟ کشیدن بالا این گفتن. اون جراحی اسلینگ پروسیجر کردن براتون. موقعی که من میخندیدم یا سرفه میکردم خیلی ادرار دفع میکردم. اوکی. گفت که نمیدونم چی کار کردن، که ما دو تا بخیه میزنیم این دیگه نمیشه. اوکی. ولی بعد از 6 ماه دیدم که مثانم هم افتاده. اوکی. مرسی، ممنون. از تلویزیون جواب رو بشنوید. در خدمت. بازم خیلی ممنون، با عرض تشکر از سوال. گفتن که 67 سالشونه، پرابلم عدم کنترل ادرار داشتن، وقتی عطر و سلفه میکردن ادرار میکردن، یعنی لیک میکردن و جراحی کردن مثانهشون، کشیدن بالا، الان یه ذره باز دوباره افتادگی مثانه دارن و براشون یه حلقه گذاشتن توی واژین، بهش میگن پسری، و این یه مقدار بسید کمک کرده. ببینید، این در برنامه قبلی صحبت کردیم راجبش، خانمایی که پرابلم عدم کنترل ادرار دارن چند نوع پرابلم عدم کنترل هست، اینکانتیننس. اینی که شما داشتین بهش میگن استرس اینکانتیننس، یعنی اون بیشتر به خاطر اینه که اون عضلای لگن یه ذره ضعیف شدن و افتادگی دارن، اون به خاطر مثلا همون یائستگیه، یا قبل از اینکه بچه داشتین، زایمان واژین داشتین، یا نچرال، این باعث میشه که مسئله بیاد پایین و اون ساپورتی که زیر مثانه است کمتر میشه، و وقتی شما سلفه میکنین یا عطسه میکنین یه پرشری میاد روی مثانه و این باعث میشه که ادرار بیاد بیرون. اون جراحی که کردیم به احتمال قبلش میگن یوریترو سلینگ، که یه مواد مثلا پلاستیکی برمیدارن میزنن زیر مجرا که یه ساپورتی باشه زیر مجرا. ولی خب شما گفتید بعدا مثل اینکه مسئلتون باز دوباره افتاده، اون به خاطر همون پلویک پرولپس یا عضله که شله، و اون دستگاه که برات گذاشتم بهش میگن پسری، اون حلقه رو که توی واژین میذارن برای اینه که زیر مثانه بشینه و یه ساپورتی به مثانه بده. اون پرابلمی نیست، فقط باید تحت نظر دکتر زنان باشین. اون بیشتر اون حلقه رو دکتر گاینکولوژیست میذارن، ما یورولوژیست اصولا اون حلقه ها کاری نداریم. ولی اون تا اونجا که من تجربه دارم و مریضه که خودم من دارم که اون پسری دارن، چیز خطرناکی نیست، فقط یه چیزی که باید تحت نظر باشین هر چند وقت یه بار بعد برین دکتر زنان که براتون عوض بکنه. ولی اونی که میزنن مدت زیادی نباید توی واژین بمونه. و شما میتونین داروهای استفاده بکنین از خانواده انتای کولینرژی که در برنامه قبلش صحبت کردیم، یه مقدار اگه بتونین مثلا ریلکس بکنین امکان داره که اون لیکیجی که الان دارین کمتر بکنه. جراحی هم میتونین بکنین، سیستوسیل ریپر که بقیه مثلا بیارین بالا، ولی خب اون جراحی گارانتی نیست که مثلا 100% مثلا بیاد بالا. ولی اگه سوال شما راجع به اون پسر یا اون حلقه بود، من تا اونجایی که باش تجربه دارم این سیفه، پرابلمی باش ندیدم، فقط باید تحت نظر باشه و هر چند وقت باید عوض بشه. میریم به خط دیگری و در اینجا باز هم یادآوری میکنم خدمت شما بینندگان که در حال حاضر میتونید سوالات
پزشکی خودتون رو در موارد یورولوژی، مجاری ادرار کلیه، موارد پروستات و به حال مواردی که مربوط میشه به عدم کنترل ادرار یا تکرر ادرار با آقای دکتر بابک بامشاد مطرح بکنید. شماره یه استودیو رو خدمتون عرض میکنم، 818-301-8000 818-301-8000. اگر اجازه بفرمایید بریم به خط دیگری و سوال بیننده عزیزمون. جانم بفرمایید، روی خط هستید. الو سلام. سلام به شما، بفرمایید. خواهی میکنم، من از ایران زنگ میزنم. بله. از آقای دکتر دو تا سوال داشتم. بفرمایید عزیزم سوالتون رو. جانم سلام خدمتون، که من در مورد پروستات همه فرمایشات آقای دکتر رو گوش میکردم و متوجه شدم این مسئله که من داشتم از 6 سال پیش آزمایش‌های مختلفی همین ایشون فرمودن مقعدی این کارا رو کردن، ولی احساس کردم 7 سال پیش که یه ذره در مورد ادرارم مسئله بود و حتما آقای دکتر تو اینجا به هم یک پروسی به نام اومنیک وارداتی بود یا معادل ایرانیش هستش که تامسولوسین هست اسمش، مثلا از اینا استفاده میکنم و روز یه دونه تو این مدت گذشته 5-6 سال گذشته هیچ مشکلی هم نیست بوده، یه دونه شو خوردم و خیلی راحتم. در این رابطه میخواستم محبت کنن که ببینم ادامه این قرص رو خوردنش مشکلی نیست. دو مشکلی که ظرف 3-4 سال اخیر پیش اومده که عذرخواهی میکنم ازتون، من قسمت بیزه ها حدود 3-4 بر یکیشون اول سمت راستش خیلی بزرگتر شده، حدود 3-4 برابر عادیه، ولی آنچنان زیاد حالا مشخص ظاهری زیاد نیستش و میشم همین طور یه ذره کمتر، البته مثلا دو برابر هست. میخوام ببینم این مسئله آیا هم با دوا انجام خوب میشه این قسمت دوم، یا اصلا مشکلی هست، یا مثلا اثری در کار من میذاره یا خیر، باید چیکار بکنم؟ دو سوالی نداری؟ این گفتین به عزت که بزرگ شده دردم داره، یعنی عزتتون میکنه؟ نه خیر نه، فقط بزرگ شده. بله بله. ازش عکس برداری هم کردین آلتراساوند و اینا؟ نه خیر نه، متاسفانه یا خوشبختانه چون یه ذره حقیقتش از این ده. چون خودم عرض کردم اول باید میگفتم شاید 74 ساله، من نظر جسمی بسیار سالم، هیچ مشکل قلبی روحی چیزی نیست و احساس کردم همیشه به این راحتی، چون ظاهرش هم هیچ مشخصی نیست، هم لباس پوشیدم این مسائل اثر خاصی رو زندگیم نداشته، ولی خب چون آرزو رو میبینم زیاد حقیقتش دنبال دکتر، خیلی آقایون دکتر چندین بار آزمایش های در مورد پروستات رو رفتم که گفتن مثلا آزمایش دستی کردن همین کارها رو انجام دادم تا آخر با همین یه دونه قرص رد کردم، ظرف این چندین سال مشکلی نیست، ولی این دومی رو فقط دیدن و گفتن که تا اون موقعی که خیلی خیلی بزرگ میشه نمیدونم فلان هیچ مشکلی که برای شما ظاهری نداره هیچ مسئله نیست و یعنی میشه جراحیش کرد. Okay. مرسی، از تلویزیون جواب رو بشنوید. با سپاس فراوان از شما بیننده عزیز. متشکرم. بازم عرض تشکر از سوالشون. سوال اولیش این بود که پرابلم پروستات داشتم، من مثلا یه دارو بهشون دادم اون تامسولوسین و مثلا اینکه موثر بوده بهتر بوده و می‌خواستم ببینم که آیا این اگه لانگ ترم مثلا بخورم براشون پرابلمیه. سوال دومش هم راجع به بیزشون بود که مثلا یه ذره ورم داشته. ببینید اون تامسولوسین همون دوای به اسم دیگه‌اش تو آمریکا بهش میگن فلوماکس، که جزء همون خانواده الفا باکره که باعث این میشه که اون قسمت مجرا که از واسه پروستات رد بشه واز بشه. این یه چیزیه که من خودم خیلی از مریضان میخورن هر روز و برای کسی که پرابلم پروستات دارن یکی از شایع‌ترین داروهایی که ما استفاده میکنیم. به اون صورت عوارض بدی نداره. بعضی از مریضا وقتی تامسولوسین میخورن امکان داره که فشار خونشون یه ذره بیاد پایین برای این الفا بلاکره، بعضی امکان داره که احساس کنن که یه ذره خسته شدن. ما به خاطر این دلیل همیشه کسی که بهشون تامسولوسین میدیم رکومند میکنیم که اینو شبا بخورن، برای اینکه اگه مثلا فشارش رو اومد پایین خسته شدن خب موقعی دارن میخورن که میخوام برن بخوابن. یه عوارض دیگه هم که هست اینه که برای بعضی مریض وقتی تامسولوسین میخورن امکان داره باعث این بشه که به انگلیسی بهش میگن رتروگرید ایجاکولیشن، یعنی وقتی روابط جنسی دارن موقعی که ارضا میشن یه مقدار مواد کمتر بیاد بیرون، به خاطر اینه که اون وقتی که اون قسمت مجرا رو ریلکس میکنی یه مقدار اون مواد دیگه از جلو نمیاد بیرون، برمیگرده توی مثانه و بعدا با ادرار میاد بیرون، بهش میگن رتروگرید ایجاکولیشن. چیز خطرناکی نیست، ولی خب بعضی از آقایون
یه ذره جنبه روانی داره، مثلا موقعی که روابط جنسی دارن ارضا میشن ترجیح میدن که یه مقدار مواد بیشتر بیاد بیرون، یه چیزی ببینن. سو ولی لانگ ترم شما اگه بخواید تامسولوسینو بخورین پرابلمی نیست، فقط امکان داره که با مرور زمان مثلا پروستاتون بزرگتر بشه و باعث تنگی مجرا بشه، امکان داره که مثلا دیگه اون تامسولوسین دیگه موثر نباشه، یا شاید لازم باشه بیشتر بخورین از یکی، یا دیگه مثلا لازم باشه مثلا پروسیجر دیگه انجام بدین. سو از نظر لانگ ترم ایتس اوکی. سوال دومیشون هم این بود که بیزشون ورم کرده بود و بعد چیکار بکنم. اون ورم بیزه که شما اونجوری که شما دیسکرایب کردین امکان داره که به انگلیسی بهش میگن هیدروسیل باشه، یعنی هیدروسیل که دور بیزه آب جمع شده. بیشتر آقایون یه مقداری کمی فلوید یا آب دور بیزه خواهد بود، یه چیز فیزیولوژیکه. وقتی که این فلوید زیاد میشه اون موقع است که پرابلم بهش میگن هیدروسیل. خوشبختانه این یه پرابلم خوشخیمیه و بیشتر وقت ما نمیدونیم به چه دلیلی که آب جمع میشه. بعضی وقتا میتونه به خاطر عفونت باشه، بعضی وقتا میتونه به خاطر یه تورمی باشه یا یه کانتوژن، به ندرت میتونه به خاطر مثلا یه قده چیزی توی بیزه باشه که اون البته توی قده‌های بدخیم بیزه رو ما توی مریضای جوان‌تر میبینیم. این جوری که با تشخیص میدین یه آلتراساوند میکنین که ببینین آیا اون آب دور بیزه جمع شده و بیزه توی یه آناتومیش اگه نگاه بکنیم یه چیزی توش نشسته بهش میگن سک، تونیکو واجینالیس، که این سک هست که این یه پاکت میمونه که آب توش جمع میشه. بعضی از مریضا میگن خب مثلا چه نمیدونی یه سوزن بزنید و این آبو بکشید بیرون. این کارو میتونیم بکنیم، ولی پرابلم اینه که وقتی این سکه وجود داره حتی آبم بکشیم بیرون بعد از چند وقت باز دوباره این آب اونجا جمع میشه. یعنی تنها مالجه قطعیش با جراحی اینه که اون تمام اون سک برداشته بشه که جایی نباشه برای آب جمع بشه. ولی خب اگه این پرابلم شما هیدروسیله، یه پرابلم خوشخیمیه، خطری نداره. بعضی وقتا پرابلمش کازمتیکه، یعنی مثلا آقایون میاد میگه من احساس میکنم که این اذیتم داره میکنه که مثلا بیزم بزرگ نشون میده، ولی خب خیلی هستن که بهش دست نمیزنن. تنها راه معالجه قطعیش هم جراحی که اون سکو در بیاره. بسیار ممنون بار دیگر. من شماره استودیو رو خدمتتون یادآور بشم. بینندگان عزیز 818-301-8000. ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشم. اگر که سوال دارید در موارد مجرای ادرار، کلیه، موارد پروستات، عدم کنترل ادرار، تکرر ادرار و همچنین سرطان پروستات یا موارد خوشخیم پروستات، میتونید در حال حاضر تماس بگیرید، سوالات خودتون رو با آقای دکتر بابک بامشاد مطرح کنید. شماره مطب رو هم خدمتتون یادآور میشم 310-854-07-77. بریم به خط دیگری و سوال بیننده عزیزمون. جانم بفرمایید، روی خط هستید بیننده عزیز. جانم الو، سلام علیکم. سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام باشید خانم. این سوال باشم از آقای دکتر جانم. الان من حدود 2 هفته هست با درد کمر و درد لگن، کنار لگن سمت چپ برونم و درد میزنه به بیزم، حدود 2 هفته است. دکترم رفتم 4 روز پیش، خیلی دردم شدید شد، رفتم امرجنسی، یه شاتی به من زدن با یه 2 نوع قرص به اصطلاح ریلکس کننده عصب، گفتن ممکنه حالت التهاب پیدا کرده. الان امروز نگاه میکنم میبینم بیزه سمت چپم یه مقدار بزرگ شده و اومده پایین. الانم درد شدید دارم توی بیزی. این دردیش چی میتونه باشه؟ سوالی دارید دکتر ازشون؟ لطف کنید از تلویزیون جواب رو بشنوید. مرسی، سپاسگزارم از شما. بازم با عرض تشکر از سوالشون، گفتن که بیزه سمت چپشون یه ذره ورم کرده، یه ذره درد داره. ببینید این میتونه عفونت بیزه باشه، بهش میگن اپیدرمایدس یا اورکایدس که توی آقایون ما بعضی وقتا میبینیم. بعضی از وقتا آقایون مثلا بعد از روابط جنسی میتونن عفونت رو داشته باشن. بعضی وقتا کسی که پرابلم پروستات دارن وقتی که زور میزنن ادرار رد بشه میتونن یه مقدار میکروب یا باکتری مثلا بفرستن پایین توی بیزه. اگه بعضی از آقایون که مثلا مرض قند دارن امکان داره که مثلا عفونت بدتر بشه
باعث بشه یه آبسه بشه یا مثلا که چک اونجا جمع بشه. ولی خب اینجوری که شما دارین برای من دیسکرایب میکنین، به احتمال قوی یه عفونتی توی بیزه و بعد یه کورس آنتیبیوتیک بخوریم، بهش میگن اپیدرمایدس، و نباید چیز خطرناکی یه چیز بدی باشه. البته بیزتون باید 100% معاینه بشه، اگه لازم باشه آلترساند که مطمئن باشین مثلا قده چیز توی بیزه نباشه. ولی اینجوری که صحبت کردین برای من شهر دادین مثل این که عفونت بیزه. بسیار ممنون، میریم به خط دیگری و سوال بیننده عزیزمون. جانم بفرمایید. بله بله بفرمایید. خیلی متشکرم خانم، میتونم یه سوال بکنم از بله ازم سریع سوالتون رو بفرمایید جانم. ببخشید چقدر خوب میشه اگر که صدای تلویزیون رو کم بکنید یا فاصله بکنید بله بگیرید. خواهش میکنم. من مرض قند دارم، بعد مدت ها سخت مالجه هستم، تانام اشکالی نداشتم، دوا زیاد میدن به هم، همینجا هستم در امریکا هستم، ولی اخیرن که دکتر رفتم گفتن تو نباید نمک بخوری برای اینکه کلیهات یکیش کار کم میکنه اون یکیش هم همینطور. و سه روز پیش که دکترم رفتم آزمایش که کرد گفت تو چهاره، اون اسمش الان یادم رفتش، گراتینه تو چهاره، در صورت که باید یک باشه. بسم سوال کنم این گراتینه چیه و آیا واقعا من وزنم بده یا خوبه؟ در هر حال سوال راجبه این موضوع داشتم، اگر لطف بفرمایید ممنون میشم. مرسی، از تلویزیون جواب رو بشنوید عزیزم. ممنون از تماستون، سپاسگزار، خدا نگهدار. با عرض تشکر، مثل که گفتن کلیه‌اش یه ذره ضعیف، درست کار نمی‌کنه. اون تست خونی که راجبش صحبت کردن کریاتینینه که این موادیه که توی خون ما میجر میکنیم، اندازه‌گیری میکنیم که ببینیم کلیه فانکشنش چجوریه. یعنی اگه بخوام فیزیولوژیش رو شرح بدم اینه که کریاتینین یه موادیه که از عضلات ترشح میشه توی خون و این یه چیزی که باید از بدن در بیاد، یعنی یه ویست پرادکته و کلی این کریاتین رو از بدن بیرون میکنه. ما لول کریاتین رو که توی خون اندازه گیری میکنیم بهمون یه اشاره میکنه، یه ایندیکیشنی نشون میده که کلیه چجوری داره فانکشن میکنه و چقدر درست داره کار میکنه. کریاتین که بره بالا یعنی اینکه کلیه ضعیف شده و به اندازه کافی نمیتونه این کریاتین رو از بدن بیرون بکنه. کریاتین نرمال همونجوری که خودتون گفتین تقریبا طرفه شماره 1ه. اگه شما کریاتینتون 4ه یعنی یه مقدار زیادی از اون فانکشن کلیتون از دست دادین. البته خب خیلی هستن که پرابلم قند دارن یا پرابلم فشار خون دارن، پرابلم کلیه هم خواهند داشت با مرور زمان و بعضی وقتا میتونیم جلوشو بگیریم، بعضی وقتا جلوشو نمیتونیم بگیریم. شما اگه کریاتینین 4ه باید تحت نظر باشیم با دکتر نفرولوژی که چک بکنن ببینن کلیتون کجاش کدوم کلیه ضعیف است. بعضی وقتا امکان داره مثلا یه دونه کلیه از اون یکی کلیه ضعیف‌تر باشه، تستایی هست میتونیم انجام بدیم، اکس‌رایی میتونیم انجام بدیم که ببینیم کدوم کلیه فانکشنشون چقدره. و همونجوری که خودتون گفتین مثلا داروهایی میتونیم بخورین یا مثلا کارهایی میتونیم بکنیم، مثلا کم کردن نمک که فشار رو بتونیم بیاره پایین، که شاید یه مقدار جلوگیری بکنه که اون فانکشنی هم که مونده بدتر نشه. شما اگه کریاتین الان 4ه دیگه یواش یواش دارین نزدیک میشین به کسی که شاید امکان داره که لازم داره که مثلا بره رو دیالیز و بعد کاملا تحت نظر باشین. از نظر یورولوژی باید کلیتون عکس برداری بشه، مثلا یه آلتروسان یا سی تی اسکن امکان داره که آردی این کار براتون انجام داده شده باشه که مطمئن باشیم که مثلا کلیه موقعی جلوی راهش گرفته نشده باشه. برای که بعضی وقتا اگه ادرار از کلیه رد نشه و نرسه پایین مثانه که تخلیه نشه، امکان داره که مریض اون فانکشن کلیهشون از دست بده. سو اینا باید تحت نظر باشین. اگه مثلا مرض قند دارین اون شوگر بدنتون باید زیر کنترل باشه و باید ببینید چجوری میتونید جلوگیری بکنید که اون کلیتون بدتر نشه.
بسیار ممنون. بار دیگر در دقایق پایانی برنامه من شماره استودیو رو اعلام بکنم. خطوطی روشن بودن، متاسفانه ما خطوط رو از دست دادیم. شماره استودیو 818-301-8000 میریم به یکی از خطوط و یادآوری بکنم خدمت شما بینندگان عزیز که آقای دکتر بابک بامشاد بیمه های مدیکر و پی پی او رو پذیرا هستن. جانم بفرمایید روی خط هستید بیننده عزیز، بفرمایید سوالتون رو. از آقای دکتر بخواستم بپرسم اینم اگر یک نفر پروستاتش سرطان داشته باشه اما بزرگ باشه عملش میکنن؟ بله بله، چرا که نه. اون سایز یعنی اگه شما سرطان پروستات دارین و تصمیمتون روی عمله، یعنی کاندید هستین برای عمل، میگم من در برنامه قبلی راجع به سرطان پروستات راجع بهش خیلی صحبت کردیم، برای معالجه آپشن زیاده، یکی از آپشن ها عمله. اگه مثلا شما و دکترتون با هم تصمیم گرفتین روی عمل، اون سایز پروستات پرابلمی نیست، ما رو همه سایزی میتونیم عمل بکنیم، فقط اون تصمیم بشه. اوکی، یه سوال دیگه بفرم. میتونیم وقتی سرطان داره بزرگ هست چه راهای دیگه هست عمل نخوام بکنم؟ ببینید شما اون یه دیسکاشنی که ما بیدیم ساعتا راجبش صحبت بکنیم. الان شما چند سالتونه؟ من 70 سالمه. 70. بعد اون گلیسن سکورتون چند بوده؟ پی اس ای تون چند بوده وقتی عمل با؟ پی اس ای من بوده 5 و 50. آها، بعد گلیسن سکورتون چند بوده که دوتا عدد میدن؟ و اون از رو پاتولوژی تومرتونه میگم، مثلا 3 پلاس یه دفعه بوده 8 و 5 وقتی من مریض شده بودم، 8 و 5 بعد اومد پایین، باز شد 5 و 5. نه نه نه، وقتی که نمونه ورداری میکنن زیر میکروسکوپ که نگاه میکنن اون تیشو پروستاتتون، یک سکوری بهش میدن، گلیسن سکوری که مثلا شدت این بدخیمی. اما اینا تیکه برداری کردن 17 این ماه جواب میدن، نمیدونن که سرطان یا نه. من خودم فکر کنم اگه سرطان باشه چی کار باید بکنم. خب ببینید میتونم. مرسی، از تلویزیون جواب رو بشنوید با امید اینکه مشکلی نباشه. بیننده عزیز خدا بازم با عرض تشکر. ببینید این معالجه سرطان پروستات یه تاپیکیه که خیلی کانتروورشاله و ما میتونیم ساعتها راجبش صحبت بکنیم. الان وقتمون خب خیلی کمه و برنامه قبلی هم راجبش صحبت کردم. من کسی که سرطان پروستات دارن یه چیزیه که آپشن خیلی زیاده و متاسفانه ما هیچ وقت هیچ دکتری یا هیچ رادیولوژی نمیدونه کدوم بهتره برای مریض. چرا؟ چون این یه چیزیه که به قول آمریکایی‌ها نمیگن وان سایز فیتس آل، یعنی معالجه برای ایندیویدوالایز باشه، برای هر مریضی یه معالجه به خصوصی خوبه. آپشنایی که شما دارین اینه که اگه مثلا این پروستاتی باشه که سرطانی باشه که لوکالایز، یعنی فقط توی خود پروستات و از پروستات نرفته بیرون، اون موقع جراحی یکی از آپشناست که پروستات رو در بریم. البته خب جراحی خوبیایی داره یه بدیایی داره، عوارض میتونه داشته باشه، کامپلیکیشن میتونه داشته باشه، ولی خب اگه آمار نگاه بکنیم میدونیم که جراحی اگه بکنیم لانگ ترم این که شانسی که سرطان برگرده کمتره. آپشن دیگه رادییشنه، شما میتونید اشعه بزنیم به پروستات از بیرون که سرطان اونطوری از بین ببرین. اون خب اونم یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. خب یکی از خوبیاش اینه که لازم نیست جراحی داشته باشیم، بعدیش اینه که مثلا برای مثلا 30 جلسه 40 جلسه بعد برید مثلا یه فسیلیتی روز نیم ساعت یه ساعت بتون اشعه بزنن. فرمای دیگه اشعه هم هست، بهش میگن بریک تراپی، که سیدای مثلا که توش رادیو اکتیو می توی پروستات میذاریم. فریز کردن پروستات هست، هایفو هست، های اینتنسیتی فرکانسی آلتراساوند که تازه اومده که با یه دستگاه مخصوص و با حرارت آلتراساوند میتونیم این سلول بدخیم از بین ببریم. معالجه هورمونی هست که اینجکشن میتونیم بزنیم. سو آپشن خیلی زیاده و کاری که شما باید بکنید که با دکترتون صحبت بکنین تمام ادوانتجا و دیس ادوانتجا هر کدوم از این آپشن ها رو با هم دیگه صحبت بکنین و تصمیم بگیرید که برای شما کدوم بهتره و اون اکسپکتیشن خودتون چیه، اون چیزی که میخواین چیه و موقع تصمیم بگیریم. ولی از نظر خود سایز پروستات اگه
خیلی بزرگ باشه اینا رو پروانه ما جریان پروستات میتونیم انجام بدیم. بسیار ممنون. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. سپاسگزار از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید و سوالاتتون رو مطرح کردید. سپاسگزار شما هم هستیم جناب دکتر به خاطر محبتتون و اینکه با حوصله پاسخگوی بینندگان عزیز ما هستید. هنوز رئیس جمهوری آمریکا معلوم نشده ولی همچنان آقای ترامپ پیشتاز هستن. به هر حال باید ببینیم آینده چه رقم خواهد زد برای کشور آمریکا با رئیس جمهوری جدیدش. خب سپاسگزارتون. ممنون و یادآوری میکنم شماره مطب آقای دکتر بابک بامشاد رو 310-854-07-77 و ممنون از اینکه در شب انتخابات باز هم با ما همراه بودید. خدا حافظ. دانستنی های علم یورولوژی، برنامه از دکتر بابک بامشاد، جراح و متخصص مجاری ادرار و کلیه. دانستنی های علم یورولوژی.